جورهایی مثل اینکه ما یه دقیقه صبر کن عزیزم، عذر میخوام. یس یکی از قسمت هایی که من روش فکر میکنم این هستش که چی باعث شده در اول که ما بخوایم هممون به طرف دنیای مجازی کشیده بشیم. وقتی که فکرشو میکنیم میبینیم که خب با زمانی که گذشته الان خیلی دیتینگ سرویس اپ ها اومدن، نمیدونم از زمان فیسبوک افراد با همدیگه دوست شدن، جور شدن، همه اینها، ولی چه اتفاقی افتاده توی این که مثلا ما مثل گذشته همدیگر رو میدیدیم، نمیدونم توی مهمونی، توی نمیدونم سابوی، توی ترن، نمیدونم این برونبر با همدیگه آشنا میشدیم. اول باید متوجه بشیم که چی ما رو کشیده به این بعد دنیای مجازی. فکر میکنین شما نظرتون چیه؟ چه تغییری به وجود اومد که ما احساس کردیم که باید کشیده بشیم و بیایم به این طرف دنیای مجازی؟ این قسمت اولشه. چه تغییری به وجود اومد که ما کشیده شدیم به این قسمت؟ وقتی که دوروبر خودمون رو نگاه میکنیم، یعنی برای خیلی از افراد میبینیم که خب الان حتی شما برای اینکه بخوان با کسی تماس بگیرین، حتی توی دوروبر خودتون، توی نمیدونم کوچه، خیابون، این برون بر، هنوز این همه آدم روی کره زمینن هر جا که ما هستیم. ولی من فکر میکنم این قسمت دنیای مجازی یه مقداری، من هستم اینجا یا نه؟ منو میشنوین؟ از کلاب هاوس افتادم. نه هستم. اوکی. درستون هست. بله بفرمایید. آره من فکر میکنم که قسمتی که ما گم شدیم این هستش که وقتی که راه های دیگه باز شد، مثل میگم اولش خب فیسبوک بود، خیلی از روی فیسبوک با هم آشنا شدن، بعد اینستاگرام اومد و این ور اون ور، ما خودمون یه جورایی خود به خود توی ذهنمون اون راه و درای کسایی که دور و برمون توی محیطمون هستن و بستیم، به خاطر اینکه اون خیلی ساده تر و راحت تر کرد برای ما که بتونیم با افراد صحبت کنیم. بعد اصلا برنامه این فیسبوک و اینا چی بود؟ که شما یه کامیونیتی هستین، کامیونیتی خودتون رو دارین و دوستاتون رو چیز بکنین. حالا توی اون قسمتش هم که من یه لایو در این زمینه رفتم که سیاست پشتش چی بود که دوستاتون رو از فیسبوک اد بکنین، نمیدونم اینا، با هم دیگه شما کامیونیتی هستین، و از اون طریق هم که یه سری اطلاعات همه رو دادن و رفتش و نمیدونم پخش و پلا شد و این برنامه ها. پس اولین چیزی که من میگم بهش توجه بکنیم این هستش که تکنولوژی خیلی خوبه، ولی همیشه همه بودهاش و همه قسمتاش به ما کمک نمیکنه و به درد ما نمیخوره. اون در رو نبندیم که راحت تره. قسمت دیگه اینه که وقتی میام تو بود مجازی، همونجوری که شما هم داشتین میگفتین، بزرگترین مشکلی که ما بهش بر میخوریم این هستش که اول ما فیزیکی همدیگر رو نمیبینیم و این یه مشکل خیلی بزرگه، به خاطر اینکه میدونین که ما هر چقدرم که تلفنی یا تصویری یا از واتساپ یا نمیدونم فیستایم با هم دیگه صحبت بکنیم، تا زمانی که دو نفر آدم فیزیکی در روبروی هم دیگه قرار نمیگیرن خیلی چیزا خودش رو نشون نمیده. یکی از چیزا اینه که یکی از اینا بادی لنگویجه. برای همینه که خیلی از افراد احساس کردن که این روش راحت تره، چون فکر کنین که اگه مثلا شما از هر طریقی که تماس میگیرین، حالا واتساپ نمیدونم چیز دیگه است، شما یه ویندو شات داری، تصویر شما حالا یا تا زیر سینه است یا نمیدونم یه ذره پایین تره یا هر چیزی. بنابراین خیلی از اوقات چیزی که من شنیدم با بچه هایی که این کار رو کردن اینه که وقتی بعدن اینا بعد از مدت ها فیزیکی همدیگر رو دیدن،
دیدن که مثلا نمیدونم یارو خیلی چاقه، یا اصلا هیکلش رو دوست ندارن، یا تیپ لباس پوشیدنش رو دوست ندارن، یا رفتاری که شما وقتی با هم دیگه تماس میگیرین اون انرژی که رد و بدل میشه، به اضافه این که خب مثلا یه کسی وقتی با چه میدونم با یه نفر دیگه تو کافی شاپ قرار میذاره یا رستوران غذا میخوره، خیلی چیزا دو مرتبه اونجا در میاد که فرزن مثلا یه نمونهش اینه که وقتی میشینین مثلا طرف از شما سوال نمیکنه که چی میخوای، خودش هر چی میخواد برای شما اوردر میده. خب خود این برای یه سری از آدم ها یه مشکله که مثلا طرف اصلا از من نپرسید که چی میخواد، بر من انتخاب کرد که چی داره سفارش میده یا چی داره میگیره، و این یه قسمت خیلی خیلی بزرگشه. قسمت بعدیش اینه که دو مرتبه وقتی که ما از طریق مجازی با افراد تماس میگیریم، خیلی راحت تره که ما بتونیم اون جوری که دوست داریم خودمون رو نشون بدیم، یعنی اون پکیجی که میفروشیم راحت تره. چون راحت تره، شما وقتی که فیزیکی با یکی روبرو میشین، اون بادی لنگویجتون، اون زبان بدنی شما، چه میدونم حالا توش ترسه، توش استرابه، مدل حرکت کردنتونه، مدل اطلاعاتی که رد و بدل میشه، در دنیای مجازی خیلی کمتره، کمتر اون رو میتونیم ببینیم. پس یه جوری میتونیم بگیم که این بود مجازی میتونه رابطه رو خالیتر و کوچیکتر و با اطلاعات کمتری ادامش بده، طولانیتر بشه. و توی اون زمان هستش که شما متوجه میشین که چقدر میتونین گول بخورین، چون افراد واقعا اونجا میتونن به شما اون چیزی رو که میخوان بفروشن. مثلا من یه نمونه شو که براتون بگم، یکی از شاگردای من با یه کسی آشنا شد و بعد به من گفتش که آره این شخص دکتره و اینه اونه. گفتم تو تا حالا تصویر این آدم رو دیدی؟ گفت نه، یه جورایی خیلی تو بود تاریکی و نمیدونم از پشت چیز و درست تصویرش مشخص نی، ولی به نظر میاد که این توی این دکتره و داره توی. گفتم من اگر بودم ازش میخواستم که یه تصویر واضح درست حسابی به من بده. قسمت بعدیش اومد تو این تیکه که من یادم میاد که به این گفته بود که من سری عکس لباس و کیف و کفش و نمیدونم اینا رو فرستاده بود و این شروع کرده بود که در این من دارم اینا رو برات میفرستم. و دکتر جان خوش آمدین. سلام سلام، متشکرم، خیلی موفق شدیم. بله ببخشید برای این دیلی که ما داشتیم، دکتر تشریف آوردن روی یوتیوب. من این تیکر رو میبندم بعد صحبتمون رو میدیم که دکتر جان برامون صحبت کنه. داشتم میگفتم که وقتی که در ما فیزیکی تا همدیگر رو نبینیم، اون بادی لنگویج ما، اون جوری که صحبت میکنیم، اون ترسمون، اون نمیدونم چیزها خودشون رو نشون نمیدن. به اضافه اینکه خیلیا وقتی دارن تصویر میکنن، مثلا ما الان یه تصویر تا اینجا داریم، بعد شما یه طرف رو میبینیم مثلا خیلی چاقه، اضافه وزن داره، مدل لباس پوشیدنش، خیلی از چیزاشو تا نمیبینی. به اضافه اینکه در دنیای مجازی خیلی آسونتر ما میتونیم گول بخوریم، افراد راحتتر میتونن اون پکیجی که از خودشون میخوان. و داشتم تعریف میکردم برای دوستان که یکی از شاگردای من که با یکی دوست شده بود، طرفش گفته بود که من دکترم تو انگلیس و تو بیمارستان کار میکنم، که بهش گفتم تصویر اینو دیدی؟ گفت واضح نیست. بعدش برایشون کلی عکس کیف و کفش و لباسای آنچنانی و اینا فرستاد، گفت اینا رو میخوام برات بفرستم، آدرس تو بده. و بعد میخواست یه پول خیلی گنده بفرسته که این با من گفت میتونم جلسه داشته باشم سریع. گفتم که اوکی. گفت این میخواد انقدر پول بفرسته، من با چیز چی کار بکنم؟ با اداره مالیات چی کار بکنم؟ و من اصلا مونده بودم. گفتم تو واقعا این طرف رو جدی گرفتی؟ که بعد که تازه اینو بهش گفتم، رفت چک کرد، دید اصلا این اسم یکی دیگر رو دزدیده، مقام یکی دیگه بوده و این برنامه. حالا شما نظرتون رو بفرمایید. بی صبرانه مشتاقیم که شما رو بشنویم.
صداتون رو نداریم دکتر جان. مایکتون بازه. بچه ها من توی لایو قبلیم گفتم که الان خیلی زمان خوبیه چون برای اولین بار تمام سیاره ها مستقیم شدن. دیگه مرکوری هم که مستقیمه، مارس هم که مستقیمه، ما امروز به این مشکل تیم چرا برخوردیم؟ بله بفرمایید. سلام، سلام و درود بی پایان بر بانو سودی برند عزیز و دوستان خوبمون که در لایف هستن و دارن با پیام های بسیار خوبشون ما رو انرژی به همون میدن، تقویت میکنن. متشکریم از تک تکشون. خب در مورد داستان مجازی که خب این موضوع در شرایط واقعی هم هست، فرق نمی کنه، منتها در رابطه های مجازی این قضیه خیلی قابل دستکاریه، خیلی آدم میتونه نقاب بزنه بیشتر و پنهان بیشتر پنهان بشه. ولی در دنیای واقعی هم همینطوره. همه ما دوست داریم که یک چهره موجه و جامعه پسند از خودمون نشون بدیم و شما در دنیای واقعی هم ماها حتی سالها زمان میبره تا بخواید که اون فرد رو بشناسیدش. مثلا ما وقتی فرد رو در یک موقعیتی میبینیم، مثلا همیشه اون رو در مثلا منزلمون یا بیرون میبینیم، خب این یک موقعیته که اون فرد، خب میدونید دیگه، خود پرسونالیتی، پرسونا یعنی نقاب دیگه، همه آدم ها نقاب میزنن برای اینکه، و اینم طبیعیه، یعنی نمیخوایم بگیم چیز بدیه، چرا این فرد نقاب زده. به طور طبیعی همه ما نقاب میزنیم برای اینکه دلمون میخواد که مورد پذیرش قرار بگیریم، دوست داشتنی باشیم، ارزشمند باشیم، دیگران قضاوت خوب و مثبت درباره ما داشته باشن. خب این رفتارها افتخار میکنم خب، تو هر موقعیتی که ما قرار میگیریم بخشی از اون شخصیت خودمون رو نشون میدیم. از نظر روانشناسا ما باید در موقعیت‌های مختلف قرار بگیریم تا بتونیم به یک شناخت بهتری نسبت به طرف مقابلمون دست پیدا کنیم. الان من مثلا خانم سودی برند رو اینجا توی لایو میبینم، ولی اگه مثلا با هم بریم بیرون یه رستوران غذا بخوریم، خب ممکنه که دید من نسبت به ایشون یه مقدار تغییر پیدا کنه، حتما در جهت مثبت. اگر مثلا با هم یه سفر گروهی بریم، خب قطعا اونجا چهره های دیگه ای از سودی رو من میبینم. اگر در یه مهمونی یا پارتی باشیم، اونجا باز هم من چهره دیگه ای از سودی رو میبینم. خب پس در موقعیت های مختلف ما با چهره های جدیدتر و متفاوتتری مواجه میشیم. اما در دنیای مجازی این اتفاق خیلی نمیفته، یعنی فرد همیشه پشت یک چیزی پنهانه. شما در موقعیت های مختلف اونو نمیبینیش، فقط در یک موقعیت اونو میبینی که حالا یا داره چت میکنه یا داره زنگ میزنه یا داره مثلا با شما ویدیو کال میکنه. شما همیشه تقریبا اونو در یک موقعیت و در یک شرایط میبینی و اون شرایط دل بخواهی که خودش میخواد از خودش به نمایش میذاره. مثلا همین موردی که گفتید، طرف میگفتش که یکی از این خانم ها تماس گرفته بود، میگفتش که آقای دکتر، این آقایی که من باش در ارتباطم، ایشون در کاخ ورسای هست و الان داره با رئیس جمهور مثلا فرانسه ایشون مثلا، بعد فیلمایی که میفرستاد قشنگ فیلمایی بود که قشنگ از کاخ بود، از اون مهمونیایی بود که واقعا رئیس جمهور فرانسه بود. بعد میگفت آره من میخوام بیام ببرم، نمیدونم با چی بیام دنبالت، برات بلیت هواپیما میخوام. بعد تمام اینا رو همون جوری که در مورد اون خانم شما گفتید که طرف گفته بود شماره حساب بده و این خیلی قشنگ ساده باور کرده بود،
ایشون هم همینطور، یعنی قشنگ باورش شده بود. گفتم خب شما چطوری این رو پذیرفتی؟ با میگفتیش خب صداش روی این تصویره، صدای این آقا روی این تصویره. و بعدش هم که اون آقا یه دفعه غیب شد دیگه، یعنی بعد که متوجه شد که این خانم حالا یه 5 تا 10 تا سوال خیلی جدی تر پرسید، کاملا غیب شد این آقا. بنابراین یک مسئله ای که هست اینه که ما باید عجله نکنیم توی ارتباط مجازی. نمیخوایم بگیم که حالا هر کسی که اومد با ما ارتباط گرفت اون ارتباط حتما فیکه، طرف داره رول پلی میکنه. نه، ممکنه که واقعا هم اون فرد آنست باشه، واقعا خود واقعیش رو بخواد نشون بده. اما ما میگیم که عزیزم صبور باش، عجله نکن، عجله نکن، عجله نکن. این اولین چیزیه که در واقع ما میخواییم از عزیزان، یعنی صبور بودن، شکیبا بودن و عجله نکردن و زود قضاوت نکردن، چه مثبت چه منفی. این اولین ویژگی یک فرد عاقل بالغ مچور ادالت که این آدم عجله نمی کنه. آدم هایی که بلوغ اجتماعی روانی رسیدن عجول نیستن. همیشه میگن که نه من نمیدونم، در واقع I don't know، من نمیدونم واقعا که اون طرف چیه و قضاوت دکتر جان. اینترنتتون مثل که یاری نمی کنه. یه خورده آهسته شد. بچه ها فکر میکنین که ما یه سری فرمول لازم نداریم برای اینکه مطمئن باشیم که چه کارهایی رو باید انجام بدیم یا چجوری انجام ندیم؟ و اینی که این قسمت ساده لوحی ما که گول میخوریم خیلی راحت، اونو باید چی کارش بکنیم؟ این کسایی که اون جایی که من و شما میفتیم تو این توهمه و فکر میکنیم که آره این طرف واقعیه و این کیس واقعیه، اون تیکه رو باید چی کار کنیم؟ من اولین پوینتی که میخوام به همه بدم این استش که اون نیازه که من و شما رو میندازه توی چاله. حواسمون به اون نیازه باشه. متوجه هستین؟ وقتی که من و شما خیلی ساله احساس تنهایی میکنیم و این نیازی که چند روز پیش با یکی جلسه داشتم و توی دوران جلسه میگفتش که باشه همه این کارا رو من میکنم، همه اینا رو من میگیرم، اما اون تیکه یه رابطهش رو نمیتونم بندازم. گفتم من اینو کاملا متوجهم، بس تو هم نمیخوام که اون تیکه رابطه رو بندازی، ولی میخوام اول این آگاهی رو داشته باشی و به این هم آگاه باشی که نیاز رو چطور برطرفش بکنی یا اون نیازه رو چجوری کمش بکنی. متوجه هستین چی میگم؟ چون میگم وقتی که من و شما نیازمندیم، انسان ها مثل چی اون بوی نیازمندی رو حس میکنن، اون انرژی رو میگیرن. وقتی که نیازمندیم، نیازمندی با خودش ضعف میاره. توی اون ضعفه هستش که خیلی وقتا ما تو انگلیسی میگیم wearing rosy glasses، یعنی عینک روزی روززدی، یعنی اینکه چیزا رو شفاف نمیتونی ببینی. خیلی از اوقات اونی که من و شما خیلی وقت توی رابطه نبودیم و اون نیاز خیلی زیاد که باید برم توی یک رابطه و تو این رابطه میتونه من رو چیز بکنه،
این رابطه کریم مجددا درود به من کمک بکنه، اون نیاز رو باید متوجهش باشیم. اولین قسمت اینه که چطور میتونم اون نیازی که یکی تنهایی توشه، چطور میتونم روی اون تنهایی کار بکنم، چطور میتونم اون نیازی که من باید توی رابطه باشم. و بعد قسمت بعدیش نیازمندی، تو انگلیسی هم میگیم نیدینس، وقتی تو خیلی نیازمندی، اون تو رو میبره توی ضعفت. خود همون هم یکی از قسمت‌هایی هستش که افراد اون علاقه‌ش جاذبه‌شون رو از دست میدن. وقتی تو نیازمندی، طرف متوجه میشه که خیلی میخوای تو این رابطه باشی، خیلی داری سعی میکنی، خیلی داری زیادی میدی. صحبتی که هفته پیش کردم، گفتم برای خیلی از ما خانم‌ها، ما خانم‌ها سازنده ایم و میخوایم بسازیم. چون میخوایم بسازیم، خیلی از رد لایت ها رو، چراغای قرمز رو نادیده میگیریم، روش پوشش میذاریم، رای طرف رو نمیبینیم. بعد متوجه نمیشیم که این رابطه 50-50 نیست. و خیلی از اوقات ما خانم‌ها میخوایم کار نقش آقاها رو بازی بکنیم، که این کار گفتیم که اشتباهه، به خاطر اینکه وقتی که من و شما میبینیم که طرف صحبت داره خیلی آهسته پیش میره و میگیم کی قرار ملاقات میذاریم، کی همدیگر رو میبینیم، بیا با هم یه قهوه بخوریم، در واقع شما دارین نقش اون آقا رو بازی میکنیم. درست میگم آقای دکتر یا نه؟ کاملا صحیح و با اساس و بنیادی و علمی، دقیقا. پس من میگم که تو بله بفهمی. من میگم که دکتر جان چی کار باید بکنیم؟ آیا یه سری گایدلاین هستش که ما گول نخوریم، توی این رابطه ها نیفتیم؟ حالا من الان قسمت اولش رو باز کردم، گفتم متوجه نیازمندیمون باشیم، روی نیازه کار کنیم، بدونیم که نیازمند بودن ما رو در ضعف میبره، محتاج بودن، محتاج در رابطه، اینا رو همه رو توی آگاهیمون باشه. ولی یه سری چیزا هستش که ما میتونیم به دوستان بدیم که ساده لوح نباشن، اگه کلمه درستی باشه، و گول نخورن. یعنی کجا باید حواسشون باشه، به چه نکته هایی باید توجه کنن؟ بسیار عالی، سوال هوشمندانه ایه. خب همونطوری که فرمودید، مشکل مثلا ما آدم ها مشکل نیازمونه. یه اون خانم که میاد وارد یک رابطه مجازی میشه، یه نیازهایی داره. اون نیازش چیه؟ عمده‌ترین نیازهایی که خانم ها دارن، خب نیاز عاطفیه. یعنی دلشون میخواد که یک آقایی بیچشم داشت اونها رو دوست داشته باشه و اونها رو به خاطر خودشون بخواد. یعنی دنبال مثلا فقط رابطه جنسی نباشه، فقط مثلا منافع شخصی خودپرستی نباشه، بلکه این بانو رو به خاطر شخص خودش دوستش داشته باشه. منتها حالا اون آقا هم احتیاج داره، به اون خانم احتیاج داره. منتها الان چند دهه هست که خانم ها صبوری نمی کنن. حالا چرا صبوری نمی کنن؟ به خاطر اینکه آقایون یه مقدار عقب نشینی کردن یه رابطه. قبلا آقایون خیلی پیشتاز بودن، یعنی می اومدن. مثلا ما دوران خودمون یادمه، حالا ببخشید به طنزم میگم که به دل بچه ها بشینه، مثلا جلوی دبیرستان دخترونه رژه میرفتیم ما دیگه، مثلا 20 صبح کتونی پاره میکردیم تا مثلا سیما خانم، ژیلا خانم مثلا یه بار به ما نگاه کنه، خب یه گوشه چشمی مثلا ما رو ببین. ولی حالا به خاطر مشکلات اقتصادی بود، یا اینکه خانم ها دیگه خیلی اومدن وارد، در واقع خیلی راحت اجازه دادن که این رابطه برقرار بشه، مخصوصا رابطه جنسی، و خیلی راحت خودشون رو در اختیار گذاشتن تن و بدنشون رو. این شد که آقایون دیدن که خب دیگه لازم نیست حالا دیگه مثل قبل
خیلی تلاش کنن، حالا یه ذره تاخچه بالا گذاشتن و از اینجا شد که جای فردین و فروزان عوض شد، یعنی خانوما شدن فردین، آقایون شدن فروزان. حالا اینا هستن که باید التماس کنن، در واقع جای عروس و دوماد عوض شد، حالا آقایون شدن عروس خانوم، خانوم ها شدن آقا دوماد، همونجوری که گفتید خیلی قشنگ یه صحبتتون ابتدای بحث. بله حالا خانوم نیدیه، حالا خانوم محتاجه، این بار تو رو خدا بیا مثلا دوستم داری، واقعا دوستم داری. بعد جالبه که رفته توی رابطه، هزار و یک اشکال توی این آقا میبینه، واقعا من میبینم توی مشاوره ها هر چی هم به این خانم دارم میگم که بابا این آقا هیچی نداره، هیچی، صفر، حتی زیر صفره. یه آدمیه که عاطل و باطله، آدم خودخواهیه، خودپیفته است، لجبازه، خسیسه، مغروره، گستاخه، بیادبه، هزار و یک ویژگی منفی داره. هر چی میگم آخرش میدونید چی میگه؟ دکتر به نظر شما منو دوست داره؟ من یه دولتی میدم دوسترم، میگم خدایا من چی کار کنم؟ دارم میگم بابا این اصلا لایق تو نیست. حالا فرض کنیم که دوستت داشته باشه، آخه کی میخواد تو رو دوست داشته باشه؟ تو چرا؟ ببین این چیه؟ این همون نیاز است که شما گفتید. یعنی مثل آدم تشنه که دیگه کاری نداره که این آبی که داره میخوره، حالا ممکنه مثلا توش دوتا چیز آشغال هم توش باشه، همینجوری قلوب قلوب میره بالا، اون تشنه است. خب پس اینجا من چی کار کنم؟ من که الان این نیاز رو دارم، من توصیه‌ام اینه که قبل از این که شما بیایید وارد رابطه بشید، اول برای خودتون یه چکلیست درست کنید، یعنی برای خودتون باندری داشته باشید، یعنی دیوارتون نباید انقدر کوتاه باشه که هر کس و ناکسی بیاد خیلی راحت باشه بذاره اون بر بیاد وارد حریم شما بشه، دست شما رو بگیره، بخواد وارد قلبتون بشه. چرا؟ خب تو باید برای خودت حریم داشته باشی، بگی کی رو میخواد، چه کسی لایق توه، رایت پرسون تو کی آخه. پس برای اینکه اعتماد به نفسشون از کجا نشأت میگیره؟ خب بله، یکی که همه ما احتیاج داره، کیه که احتیاج نداشته باشه؟ هم اون آقا احتیاج داره، همین خانم احتیاج داره، اون تا احتیاج اون خانم بیشتر عاطفیه، این احتیاج اون آقا بیشتر جنسیه. اگر این خانم صبوری کنه، اون آقا میاد به سمتش، ولی صبوری نمیکنه، عجله میکنه و این حالت نیدی بودن رو نشون میده و به قولی اون برگه آسو میندازه زمین، اونم بر میداریم. آها، یعنی میفهمه اون آقا که میخواد، این منو میخواد، این دوستم داره، این دنبالمه. همین که این اتفاق بیفته، کلاپس، یعنی اون نقطه سقوط رابطه است. کجا؟ اونجایی که اون آقا متوجه بشه که نیاز شما از نیاز اون پیشی گرفته. خب اونجا نقطه سقوط رابطه است. اینو پروفسور کالمن، استنلی هال و خانم بلومبرگ در دانشگاه دنور تحقیقاتی که انجام دادن، این حالت رو اسمشو گذاشتن principle of least interesting، لیست به معنای حداقل یا کم. principle of least interesting، اصل حد اقل تمایل، یعنی یک بانو باید کمترین میزان تمایل رو به نسبت آقا داریم میگیم، میزان کمتر، یعنی آقا اینجا باشه، خانم اینجا باشه. مشکل اینجاست که اینجوری شده، متوجه؟ یعنی خانم میزنه جلو، حالا با آموزش های غلط، نه چه فرقی میکنه، زن و مرد نداره، آدم باید احساسشو بگه. خب من برم بگم مثلا دوستت دارم، به تو علاقه دارم، یا زنگ بزنم بهش بگم که خب تو بالاخره چی میخوای تو این رابطه، دنبال چی هستی، مگه چه اشکالی داره؟ عزیز من اشکالی نداره، به شرط این که عشق او
به تو بیشتر باشه و او بیشتر این عشقی که تو درونشه نمایش هم داده باشه، ولی تو نباید از اون جلو بزنی. تو بانویی، تو ارزشمند، نمیخوام بگم حالا بگم ارزشمند، خصلت زنه که باید اون ارزشش و جایگاهش ملکه بودنش رو داشته باشه که مرد تلاش کنه، چون طبیعت مرد هانتر بودن، میلیون ها سال رفته واسطه شکار کنه برای اینکه یه شکاری رو به دست بیاره. این طبیعتش این که رفته تو وجودش، تو جونش. خب حالا یا میرفتن به قبایل اطراف حمله میکردن، معذرت میخوام، خانمای دیگر رو به دست می آوردن، یا شکار می کردن. طبیعت این یا فارمره یا هانتره دیگه، یعنی باید بره زحمت بکشه به دست بیاره. شما میایم که هلو بیاور تو گلو، اونم که دست درد نکنه دیگه، من کاری ندارم، خداحافظ شما. یعنی قشنگ مثل عشق که از چشم میفته، وقتی شما نشون میدی که نیدی تر از او هستی، محتاج تر از او هستی، اما خداحافظ شما. خب پس یک خانوم باید حواسش باشه، باید زرنگ باشه. البته من حالا اینجا که داریم بحث خانم آقا رو مطرح میکنم، من تو آقایونم دیدم، همین هفته گذشته تو استرالیا با یه آقای صحبت میکردم، ایشون با یه خانم مثلا فلسطینی آشنا شده بود که اون خانم فلسطینی کلی از این مثلا حدود 10-15 هزار دلار گرفته بود. یعنی هی گفت تو همین دنیای مجازی من مثلا لباسشویی ندارم، خونم اونو سیل برده، انقدر چیز کرده بود که حالا ما الان اینجا تو اسرائیل هستیم ما هیچی. بعد من بهش گفتم که بهش بگو که یکی از دوستای من داره میاد اونجا، آدرس بده، میخوام بیام مثلا پیشه، خواهد اصلا برات پول بیاره. خانم غیب شد. خب حالا اون چطوری از این آقا استفاده کرده؟ 15 هزار دلار ازش گرفته بود برای اینکه یک، اینکه اون آقا به شدت نیازمند، نیاز عاطفی داشت، تشنه محبت بود و اون خانم قشنگ فهمیده بود. در واقع ما بهش میگیم کشف ارزش‌های جذبی و دفعی فرد. وقتی شما ارزش‌های جذبی و دفعی فرد رو کشف می‌کنی، راحت می‌تونی تو قلبش نفوذ کنی. متوجهی؟ یعنی شما فقط کافیه بدونید که دکتر محمدی نیا پاشنه آشیلش کجاست. مثلا خیلی مثلا تشنه مثلا محبته، هر کسی یه نقطه ضعفی داره دیگه، از اون مثلا خیلی میترسه، یا مثلا خیلی نیازمند پرستیژه، حالا هر چیزی که اون نقطه اصلی پاشنه آشیل شماست یا منه، اونو پیدا کنی تمام. خب میگن یه آقای رو توی اروپا که تمام بانک‌های اروپا رو چیز کرده بود، هک کرده بود و میلیون ها دلار کلاهبرداری کرده بود، بهش گفتن که تو چطوری این کار رو میکنی؟ گفته بود که هر انسانی قیمتی داره دیگه، من از اون راهش وارد میشم، میفهمم که مثلا فلان رئیس بانک حساسیتش چیه، قشنگ میتونم توس کنم. خب پس این یک مسئله که من وقتی که محتاج هستم، نیدی هستم، از اون راه ممکنه که به شدت ضربه بخورم. پس هر کسی که الان داره این لایو رو میبینه، ببینه که به چی احتیاجش خیلی زیاده. خب حالا خود اون دوست داشتن زبانهای مختلف داره، بعضیا زبان عشقشون مثلا تعریف تمجیده، یه ذره ازشون تعریف تمجید کنی کله پا. بعضیا قدردانیه، بعضیا هدیه دادنه، بعضیا ابراز کلامیه، بعضیا تاچینگ و کیسینگ و هاگینگ و لمسه. هر کس یه نقطه ضعف رو پیدا کنی، اون در واقع ضعف های خودتو، اون نقطه های نفوذ در خودتو، و اونها رو تقویت کنی و نذاری که اون حالت نیدی بودن در شما افزایش پیدا بکنه. خب پس این یک. دوم، چکلیست برای خودت درست کن. وقتی من نیدی هستم یا شما نوعی عزیزانی که گوش میکنن نیدی هستن، اتفاقی که میفته از طرف بوت میسازن تو ذهنشون. به قول خسرو شکیبایی میگفتش که ما یه بوتی میسازیم که
که بعد اون بلد نیست خدایی کنه و میزنه لهمون میکنه، حالا با غرورش، با رفتارهای اشتباهش، با بیمهری، با بی‌اعتنایی پدر ما رو در میاره. پس بت نساز. چی باعث میشه بت بسازی؟ نیدی بودنه، محتاج بودنه، نیازمند بودنه. از اون فرد بت میسازه، فکر میکنه دیگه لایه اوزون سوراخ شده، این افتاده پایین، دیگه هیچ کس هم غیر از این نیست که بتونه به نیازت جواب بده، فقط این، فقط این، فقط این. حالا اون بره خیانت، اون مثلا پرخاشگری کنه، تو رو تحقیر کنه، دیگه اصلا هیچی نمیبینه، واقعا کور کور، نابینای نابینا، هیچی دیگه نمیبینه، فقط میگه بده بده بده، میخوام میخوام میخوام، مثلا اون آدم تشنه. خب پس یک، این که من بدونم در واقع اشکالم کجاست. اینو ما مثلا با تست طهواره ها متوجه میشیم دیگه، تست طهواره ها یا تله های زندگی، لایف ترپس، قشنگ اون ضعف های شما رو دونه دونه نشون میده که شما از کجا ممکنه که ضربه رو بخوری و آسیب ببینید. تله هاتون رو شناسایی کنید و اونها رو ایمپروف کنید. خیلی کار سختی نیست، میتونید این کار رو انجام بدید. و دوم این که برای خودتون ارزش قائل باشید. وقتی میرید به رابطه، شما باشید که انتخاب کنید، نه که انتخاب بشید. خب یعنی وقتی که من برای خودم چکلیست دارم، میگم که من با زنی زیر یه سخت میرم، با مردی زیر یه سخت میرم، یا وارد رابطه جدی میشم که این خصوصیات رو داشته باشه، این خصوصیات رو نداشته باشه، این اهداف رو داشته باشه، این اهداف این ارزش ها رو داشته باشه، این تمایلات رو داشته باشه، این تفریحاتش باشه، آیندهمون، بچه دار شدنمون، محل زن، همه چی رو میکشم بیرون، یعنی سیر تا پیاز همه رو در میارم. خب قشنگ لیست میکنم و وقتی که وارد رابطه میشم دیگه میدونم چی میخوام. همین امروز کتاب جادوی بزرگ فکر مورد شوارتز رو میخوندم. دیوید شوارتز میگفتش که من با فردی وارد رابطه شدم و همه چیمونم عالی بود، بعد که رابطه خاص جدی بشه من نشستم یه چکلیست تهیه کردم، بعد گفتم خانم من مثلا اینا رو میخوام، تا اینجوری کردم، یعنی اومدم معیارهام و ملاکهام رو گفتم، اصلا اون خانم منفجر شد، یعنی اصلا گفت من دیگه نمیخوام، اصلا همه چی به هم ریخت. خب پس تو باید برای خودت ملاک داشته باشی، معیار داشته باشی، اینجوری اعتماد به نفست میره بالا. خب بله، صحبتی دارید شما خانه؟ شجا من خان رومو بدم چون کلاب هاست دست ونسا جانه، مادریتر ماست، ببینیم چجوری میخواد. بله. ونسا جون بک تو یو عزیزم. شدی عزیز، سپاسگزار از آقای دکتر، واقعا صحبتی جامع و کاملی داشتن. من چند مورد یادداشت کردم. دوست دارم برگردیم به دوستان که رومم حالتی کسل کننده نداشته باشه، صدای آناهیدو بشنویم، بعدم بریم سراغ آقای افشار، مهمان جدید ما هستن. آناهید هستی عزیزم؟ عزیزم من هستم، فقط اگر اشکالی نداره یه مقدار یکم بعد بهتون جوینت میشم. دو مرد الان نمیتونم. خواهش میکنم عزیزم، برمیگردیم به شما. آقای افشار هستن شما با ما؟ سلام و از خدمت درود دوستان عزیز. درود، خوش آمدید. درود بر شما جناب. درود. تجربه ای دارید از رابطه مجازی یا دوست مجازی؟ ما صحبت شما رو میشنویم. نه واقعیتش من تا حالا همچین تجربه رو کس نکردم، ولی فعلا هستم، دارم بیشتر بهتون گوش میدم ببینم چطور میخواد حالا پیش بره، ولی خوشبختانه تا حالا همچین موردی برام پیش نیومده، یعنی از لحاظ مجازی و اینا. ونسا جان، by the way دکتر آرش تقوی اومدن، من آوردمشون بالا ولی نتونستن صحبت کنن. بله منم برشون درخواست فرستادم ولی نیومدن بالا. اوکی عزیزم، ممکنه مایک نداشته باشن. آنهید عزیز شما مرتب مایک میزنید، بفرمایید.
عزیز جان، با درود به سودی جان عزیز و همه دوستان، من یه سوالی از سودی جون داشتم. اینکه با توجه به این صحبتایی که شد، ما چطوری من اینجا ببخشید من شما رو کلامتو قطع میکنم، ولی رسم کلاب اینه قبل از که سوال یا پرسشی داشته باشی حتما باید راجع به تاپی یا نظر بدی یا تجربتو بیان کنی. اگه برات امکان داره خیلی خوشحال میشیم صحبتاتو بشنویم، بعد میتونی اصلا سوالت هم مطرح کنی، چون باید یک تاریخچه از اخلاق و روحیات شما رو ما اینجا بشنویم و داشته باشیم. آها، پس برای این موضوع من یکم بند اگر بشه بهتون جوین میشم، چون آمادگیش رو الان ندارم. خواستم یه سوال باشه اساسا. متشکرم. خواهش می‌کنم. سودی جان میشنویم شما رو، ما در اختیار شما. مرسی عزیزم. اوکی، من چیزی که میخوام الان بهش توجه داشته باشیم این استش که صحبتامون رو همینجوری من و دکتر با همدیگه رد و بدل کردیم. چیزی که الان میخوام به توجهمون بیاد این استش که شما یکی از بخشایی که گیر میکنین خیلی زیاد توش این استش که فکر میکنین که ارزش رابطه خوب رو ندارین، و چون این در ضمیر ناخودآگاهه و بعضی وقتا تو دیگه با این همه که ما شنیدیم و یاد گرفتیم و اینا اومده توی خودآگاهمون، ولی بازم هنوز نشده قسمتی که بتونیم ازش استفادهی بتونیم بکنیم. چون من اینو دائما میبینم که افراد توی رفتارهاشون میگن که حالا ببینم که اون چی میگه یا اون چی میخواد، و این قسمت رو دکترم به توجه ما آوردن. چون من چند روز پیشم یه جلسه داشتم با یه خانومی که مزدوج بودن و شوهرشون توجه خیلی زیادی به یه خانوم دیگه داشتن، و بعد اینکه انقدر این شفاف بود که این آقا نصف توجهش یه جای دیگه است، و خب خیلی سخت بود برای جلسه، سختی بود برای اینکه من بتونم به توجه ایشون بیارم که ایشون داره با رفتارش با اعمالش داره خیلی واضح داره نشون میده به شما که نصف نصفه، یعنی ایشون شما نفر، حتی میتونم بگم نفر دومی، چون ارجعیتاشو داره جای دیگه میذاره با تمام دردناکی این قضیه، ولی بازم ایشون نمیخواست به اینو قبولش بکنه. و باز دو مرتبه این تیکر رو باید توجه داشته باشیم بهش که خیلی از اوقات اونی که من خواستنی نیستم، اونی که من جای دوم رو پیدا کردم خیلی خیلی سخته، ولی بازم تو اون تیکه میاد که من و شما هنوز داریم قدرت رو میدیم دست یک کس دیگه. چون ایشون برگش گفت وقتی حالا از سفر برگشت ببینم حالا چی میخواد، چی کار میخواد بکنه. گفتم خب این که دو مرتبه همون قضیه شد که تو چی میخوای وقتی الان اینو توی آگاهیت که این تو نفر دومی، به خاطر این طرف پشت رفته سفر داره میره اونجا، تمام اینا داره به تو نشون میده کجای کار گیره، که بازم تو میگی که بذار حالا برگرده ببینیم که اون چه تصمیمی میگیره. این قسمت خیلی مهمه که من و شما روش کار بکنیم. و یه قسمت دیگه که دکتر عزیز به توجه ما آورد این استش که فرضاً شما تو بیزنس هم اگه نگاه بکنین، وقتی که متوجه میشین که شاید حالا ما فکر کنیم که خب این یه ذره زبل بازیه و نمیدونم رابطه که بیزنس نیست و این برنامه ها، ولی وقتی شما میبینین توی بیزنس این یه کسی شما رو خیلی داره فشار میده و اذیت میکنه، زمانی که پیدا میکنین که این طرف ضعفش چیه، حالا یکی ضعفش بچه‌شه، نمیدونم یکی دیگه ضعفش نمیدونم خانومشه، یکی دیگه ضعفش مادرشه، یه قسمتی آدما همیشه، ماها هر چقدرم که عالی باشیم و موفق باشیم بالاخره یه نقطه ضعفی داریم، و زمانی که شما اون قسمت رو نگاه میکنین میبینین که طرف ضعفش توی کجا هستش، اون در واقع میتونه یه برگ برنده که دکترم گفتم برای شما باشه. اما بازم من فکر میکنم حتی اینم قسمت دوم مرحله است، به خاطر اینکه خیلی از اوقات قبل از اینکه ما بخوام بریم موشکافی کنیم و ضعف یک کس دیگر رو پیدا بکنیم، شاید قدم اولش اینه که من
به ضعف‌های خودم و نقطه‌های قدرت خودم متوجه بشم. اون زمانی که من و شما نمی‌دونیم تو چه قسمت‌های قوی هستیم و نمی‌دونیم چه قسمت‌های ضعیفیم و وقتی پیدا می‌کنیم تو چه قسمت‌های ضعیفیم ولی بازم نمی‌دونیم که حالا با این ضعف‌ها چی کار بکنیم، بازم اگر شما بیاین طرف نقطه ضعف یک کس دیگر رو پیدا بکنین، شما نمی‌دونین که اون رابطه چی میشه. ممکنه اون رابطه یه ماه دیگه ادامه پیدا بکنه، فرضاً بگیریم که نقطه ضعفش رو پیدا کرد، ممکنه یه سال دیگه تموم بشه، ولی چیزی بازم در مورد شما تغییر پیدا نکرد، چون بازم شما روی نقطه ضعفاتون کار نکردید. همین چند هفته پیش بود با یکی من جلسه داشتم که از طریق مجازی با یک کسی آشنا شده، اونم همینجوری، خیلی آدمی که نمیدونم، خیلی آدم مهم و نمیدونم اینجوری و اینجوری و همونجوری که شما گفتین، رکورد عکس ها و تاریخچه‌ش و نمیدونم همه این چیزها رو براش فرستاده بود. و بعد من بهش گفتم که خب حالا بگیریم که تمام فرض رو بر این میگیریم که تمام این داستان ها درسته، شما الان یه قسمتی دارین که فرضاً چیز جاییه، فرضاً اون اروپاست، تو نمیدونم کانادا هستی، این تیکه طولانی مدت هم اگه بخوای بهش فکر بکنی چی میشه؟ یه سری من چیز بهش دادم، گفتم اینا یه سری سوالای کلیدیه که تو میتونی از طرف بپرسی که برای چه، چون یکی من فکر میکنم آقای دکتر یه قسمت دیگه از این رابطه های مجازی که خانم ها خیلی گول میخورن، میتونه مجازی هم نباشه فیزیکی باشه، اون قضیه اقامت هست، برای اینکه الان خیلی ها دنبال اقامتن و خیلی ها رابطه رو میرن توش به خاطر اینکه تو سیتیزن کانادایی، سیتیزن امریکایی، نمیدونم اقامت اروپا رو داری. این تیکر رو بعد گفتم تو یه سری سوال بپرس ببینین طرف شرایطش چیه، بهش بگو میتونی خیلی به صورت چیزی که خب حالا تکلیف چی میشه، اگه من سرما رو دوست ندارم، اگه اروپا نمیخوام بیام زندگی بکنم، من هوای گرم رو دوست دارم، اینجوری میتونی از دستش بیاد که ببینی چی داره میگه، خب من دارم موف میکنم، نه اتفاقا من میخوام بیام. یه سری چیزا توی این قسمت مشخص میشه. یه قسمت دیگه اش این بود که بفهم. بسیار عالی. بله گوش کن. یه قسمت دیگه اش این بود که جز این سوالایی که من بهش گفته بودم بپرس، اینا سوالای کلیدیه چون خیلی چیزا برای تو باز میشه. اون قسمتی هستش که فرضاً وقتی که این گفتش که من نمیخوام، من میخوام زودتر این قضیه مشخص بشه که فرضاً کجا داره میره، معیارهای تو چیه، معیارهای من چی هستش. و یه قسمتی رو که این گفته بود که من اینو دوست ندارم، طرف خیلی براش آوتش کرده بود، یعنی کمرنگش کرده بود. بهش گفتم این خودش میتونه یه چیز خیلی مهمی باشه. وقتی که تو میای به یه کسی میگی که ببین این خیلی بر من مهمه این تیکه، و اون طرف حرف تو رو نمیشنوه، گفتم همین نشنیدن یه رد فلگه. وقتی که طرف تو میگی این بر من خیلی مهمه و یه جوری میشورتش و برای تو دلایل دیگه میاره که تو رو به اون چیزه، یعنی اون بی اهمیت و کم رنگ میشه، این خودش یک زنگ خطره. من اگه جای تو بودم اینو بیشتر باز میکردم. شما بفرمایید. بسیار عالی، متشکرم. قطعا نیت اون فرد خیلی مهمه که این نیازمند سوالهای بجا و درست هست. همونطور که گفتید ما با اون سوالهای خوب بجا و درست میتونیم با 6 تا سوال خبرنگاری که کی، کی، کجا، چی، چرا، چه، یک سری از اون نیت‌ها رو متوجه بشیم. یعنی عجله نکنیم در قضاوت کردن نیت فرد، زود باور نباشیم، خیلی سریع بخوایم باور کنیم که اون در واقع چه نیتی داره و چی میگه، ادعاهایی که میکنه، کیه، چیه، چه کاره است، اینا رو خیلی سریع باور نکنیم. نمیخوام اون حس بی‌اعتمادی رو تزریق کنم، میخوام که شما ساده نباشید، زیرک باشید و تا زمانی که شواهد و مدارک کافی ندیدید بلافاصله قضاوت نکنید که این آدم کیه، چیه، چه کاره است.
چون خیلی از این موارد رو ما دیدیم. مثلا طرف گفته که من از مثلا جوانترین وکیل ایرانی دادگاه لاهه هستم. و من رفتم سرچ کردم اینم مثلا همچین، چرا وکیل ایرانی هست که دادگاه لاهه هست ولی ایشون نیست. خب ولی خب این خانم هم حالا خودش مثلا آدم تحصیل کرده ایه، باهوشه. خب یه سرچ ساده، چهار تا سوال ساده میتونی اینو متوجه بشی دیگه، چرا اینقدر راحت شما میپذیری؟ بنابراین این ادعاها رو ما یه مقدار با سوالات دقیق و هوشمندانه میتونیم متوجه بشیم. یه نکته خیلی مهم که هست، یه رابطه های مجازی، سلف کلوزر میگیم، یعنی خود فاش ساز. یعنی طرف میاد، حالا چون مجازی هم هست یا حالا در واقع اعتمادش انگار مثلا بیشتر، راحت میتونه هر چی میخواهد دل تنگش بگه دیگه. شروع میکنه مثلا پدر من مثلا بد اخلاقه، مادرم یه بار خیانت کرده، مثلا برادرم گذاشته از خونمون رفته، مثلا یه برادر کوچیکتر دارم اینجوریه، نمیدونم فلانه، عصبیه، مشکلات مالی اینطوری. یعنی هر چی که دار و ندار خانواده است همه رو میریزه بیرون میگه. و اینها تبعات داره. اولیش اینه که شما از چشم اون فرد میفته. یعنی دیگه اون عظمتی که از شما میدید، نمیخوایم بگیم که حالا شما یک شخصیت پوشالی بساز، ولی در سلف کلوزر یعنی خودفاش سازی که من بیام از اسرار خودم به فرد بگم، این باید مثل بازی گردو شکستن باشه. گردو شکستن، یه دونه اون بگه، دو تا تو بگو، سه تا تو بگو، دو تا اون بگه، نه اینکه یه دفعه بیای الهی بومید تو همه چی رو بگی. و در بحث اعتماد به نفس ما همیشه این آموزش رو میدیم به عزیزان که نیایید خیلی زود از نقطه ضعفاتون بگی، از پدر، مادر، چه اتفاقاتی افتاده، مثلا من اخونه بیرون کردن، مثلا من یه فردی رو داشتم تو زندگیم، دوست پسری داشتم که مثلا معتاد بود، از من چه سوء استفاده ای کرد، چه لزومی داره؟ خب سر یعنی چی؟ اسرار، راز یعنی چی؟ راز میگن نه اینکه حتما چیز مهمی باشه، راز یعنی چیزی که لزومی به بیانش نیست. میشه راز. چه لزومی داره شما الان مثلا این مطالب رو بگی که بعد اینها بشه برای شما بعدن چماقی که بزن تو سره؟ مثلا یکی از همین آقایون که شخصیت معروفی هم داشت با هم صحبت میکردیم، میگفتش که من یه بار که در واقع بعد از یک سال دو سال آشنایی مجازی که اومدم باهاش به صورت واقعی آشنا شدم، یه بار که از خونش اومدم بیرون اینجوری دو دستم سرم نشستم رو زمین، گفتم خدای این آب کشه، این برشو میگیره اون برش، اون برشو میگیره، یعنی من کجا اینو بگیرم؟ این مشکلش با برادرش، مشکلش با پدرش، مشکلش با مثلا مادرش. خب معلومه تو از چشم این آدم میوفتی. پس این که شما حالا برید تو مثلا نقش قربانی، مظلوم، ویکتیم، یا آدمی که مثلا بدبخته، بیچاره است و فکر کنی مثلا خیلی عزیز میشی در نظر اون، نکن این کارو. خب پس لزومی نداره که بعضی از ضعف‌ها، نقص‌ها و مشکلات شخصی خود، خانوادگی خود رو خیلی زود با طرف بیان بکنی. پس این یه نکته. حالا اگر عزیزان تو این زمینه صحبتی دارن بگن که من قسمت بعدی رو برسا جان برمیگردیم به شما. لایو هم در زم باید ببندیم تا چند دقیقه دیگه. مرسی سودی عزیز، ممنون از آقای دکتر محمدیان، اگر اسمشون درست تلفظ کرده باشم. محمدی نیا. بله آقای محمدی نیا. جناب دکتر صحبتتون عالی بود، ممنونم. آناهیت عزیز برگشتی به روم، اگر مایل هستی صحبت کن چون لحظات پایانی روم هستش، وگرنه که برمیگردیم به فرزانه عزیز برای چند لحظه صحبت های ایشون رو میشنویم و سپس پایان روم. خب انگار آناهیت پشت مایکش نیست،
سودی جان شما صحبتی دارید برای دوستان؟ نه عزیزم، من صحبتم تموم شده. اگر که من فقط میتونم یه نکته رو بگم، حتماً. من از عزیزان میخوام که برای خودشون رابطهشون در رابطه مجازی ددلاین بذارن. من دیدم خانومی که 10 سال توی رابطه است هنوز اون آقا نیومده این خانومو ببینه. باور کنید اغراق نمی کنم. درست. یعنی این دختر منو به جنون رسوند. هر چی بهش میگم، بعد جالبه که توجیه میکنه کار اون آقا رو. میگم یعنی تو این 10 سال ایشون نتونسته بیا تو رو ببینه، انقدر توجیه میکنه که بعد عاشقانم دوستش داره. کجا داری میری؟ چی کار داری میکنی با زندگی؟ این زمانی عاشق بودن برای ما خیلی جذابه تا حقیقت شده. ما عاشق، خیلی از ماها عاشق عاشق شدنیم. ولی نکته خیلی مهمیه که داره میگین که اینم زمان داره. ولی بازم وقتی برگردیم به اون صحبت قبلیمون، زمانی که خانومه میبینه که خیلی داره کش داده میشه، شاید بعد به ایشون بگه که ببین برنامه من با این صورت کار میکنم، یعنی در یک همچین رابطه میرم. و اونی که میگم خب ما نمیخوایم نقش آقا هر رو بازی بکنیم، یعنی که اون، چون همونجوری که شما میگین آقایون هانتر هستن، ولی وقتی 10 سال رابطه طول میکشه، یعنی که شما عاشق عاشق شدن هستین. همین قسمت، همین مقدار برای شما کافیه که اون صدقتون بره. ولی از طرفی اینم، چون میگم دیگه وقتی من عاشق عاشق شدن هستم، متوجه نیستم که خب زمان رو دارم از دست میدم. اگه من 10 سالم رو دارم برای یه مردی میذارم که عملی انجام نمیده، کاری انجام نمیده، دیگه اونجا دیگه من باید خواستم و بگم دیگه. ولی درسته، چون واقعا خیلی از ماها اون تصور ایمجینیشن در یک رابطه بودن برامون کافیه. و خیلی ما اینو میبینیم دیگه، خانم ها عاشق یه کسی میشن. خیلی از اوقات هم من دیدم خانم خودشون مزدوجن، با شوهرشون اون چیز رو ندارن، در یک رویای رابطه رومانتیک هستن با کسی دیگه خارج از رابطه، ولی در همین حدی که میبینین مجازیه دیگه، عشق و عاشقی رد و بدل میشه و دوستت دارم و چقدر امروز خوشگل شدی و رنگ مو چقدر چیز شده، اینا رو میبینین. فقط قسمتی که همه باید حواسشون رو جمع کنن، یکی از نونوها توی این قسمت مجازی، زمانی که کسی از شما درخواست پول میکنه، حالا هر جوری که داستان و سناریو رو براتون مینویسه، که من الان کارت تلفنم ندارم و من الان نمیدونم الوبلم و اینجام و اونجا گیر کردم و این و اونطوری هستش، این بلافاصله یکی از رد فلگایی که بدونین که داره سرتون کلا میره. این تیکه رو حداقل برامون جا بیفته. بسیار عالی. بنظر قربان شما، من ازتون یک دنیا ممنونم. ایشالله به زودی با همدیگه یک لایو دیگه خواهیم داشت. مرسی از وقتی که گذاشتین، خیلی ازتون یاد گرفتیم چیزای آه. جدید. به زودی میبینم اتون. خدا نگهدار. خدا نگهدار. خدا. ونسا خانم، روم برگشت دست شما. مرسی عزیزم. سودی جان یه مسئله که هستش الان اینجا، شاید به تاپیک بعدی ما هم ربط داشته باشه. خانمای عزیز، حتی بعضی موارد آقایون یه تصویر ذهنی میسازن از اون اکانت یا از اون شخصی که در دنیای مجازی برای رابطه انتخاب میکنن، و بعد از مدتی اون تصویر ذهنی پیشی میگیره از واقعیت اون شخص، و اینکه اونا عاشق تصویر ذهنی خودشون هستن. و 100% به نظر من عدم دوست داشتن خوده که باعث میشه یه تصویر ذهنی از یه شخص مجازی بسازی و عاشق اون بشی و زندگیت رو بعضی وقتا به تباهی برسونی. کما اینکه در همین پلتفرم کلاب هاوس خیلی مواردی بوده که حتی در اولین برخورد شروع میکنن به دادن عکس ها
به صورت عکس‌های برهنه و اینکه طرف تمام مشخصات ایشون همونجور که دکتر فرمودن رازهای خودش رو یکی پس از دیگری بیان میکنه، کمبوداش رو بیان میکنه، آدرسش رو بیان میکنه، عکسهاش رو میفرسته و بعد از چند روز میبینه که نه، اون کسی رو که تو ذهن خودش ساخته اون نبوده و بعضی وقتا منجر به آبروریزی و پخش شدن عکسها و اینکه میدونید در کشور ما وقتی که یک دختر خانمی عکس‌های برهنه ازش پخش بشه و یا حتی فیلمی دیگه نمیتونه به زندگی عادیش برگرده و منجر به حتی خودکشی میشه و این هم خیلی قابل اهمیته که رابطه‌های جنسی مجازی هم در این قسمت خیلی خیلی خودشون رو به شکل بیمارگونه‌ای نشون میدن و دنیا داره به سمتی میره که ما از هم هرچه بیشتر داریم دور میشیم و نمیتونیم برای خودمون یک شخصی رو در دنیای واقعی پیدا کنیم. البته هستن کسایی که رابطه های خوبی دارن ولی اکثر افراد در این زمینه واقعا اون مهارت خاص رو ندارن. سوزشون صحبت های پایانی شما رو میشنویم. من سا جان من باید ازتون خداحافظی بکنم، صحبت پایانی هم ندارم عزیزم، فقط در اینجا بگم بچه هایی که روی یوتیوب هستین فراموش نکنین که حتما سابسکرایب کنین روی یوتیوب چنل من که اون زنگوله رو هم فعال کنین برای لایف هایی که میرین، برای دختر گلی که میگه راجب ذهن بگو، این برنامه راجب اون نیست عزیزم. روزهای یک شنبه من کارگاه دارم، هر یک شنبه ساعت 9 صبح. دوستانی که واقعا میخواین تغییری به وجود بیاد، سوالی دارین توی اون کارگاه تشریف بیارید، هم سوالاتون جواب داده میشه هم یه تغییر کلی اتفاق میفته. مرسی عزیزم، روم به شما برمیگرده، به تو ونسا جان، خدا نگهدار. مرسی از شما سودی عزیز. بله در مورد کارگاه ها، مثلا کارگاه های یک شنبه و آنلاین کورس و همچنین دانشگاه آنلاین، دوست دارم که فرزانه جون توضیح بدن، بعد موزیک پایانی رو میزنیم و رومو میبندیم. امید مجدد بر شما. بله وبینار روزهای یک شنبه ما 8:30 شب به وقت ایران با اپلیکیشن زوم میریم و 4 ماه از این وبینار گذشته و 1 ماه و نیم باقی مونده و رکورد ها رو در اختیار دوستانی که ثبت نام کنن قرار میدیم. بقیه وبینارها که این چندین سال ضبط شده آماده فروش هستش، میتونیم با من یا همکاران دیگه هم در تماس باشین که خدمتتون تقدیم کنیم. دانشکده هم که مدت خیلی کوتاه دوره دوم دانشکده شروع شده، حدود یک نمیشه، هر کسی که جوین بشه من کلا میتونم برسونمش. فایل زیادی رو ما بررسی نکنیم جز اولین فایل که در اصل مهمترین فایل من چه کسی هستم و باز هم میتونید در این مورد با خود من در ارتباط باشین. اونجا یک فایل بررسی میشه، توضیح داده میشه، سوالات من رو به اون فایل جواب داده میشه و به عنوان پشتیبان تا آخرین روز در کنار شما هستم از 0 تا 100 وبینارهای بانو سودابه. و اینکه در حال ما خوشحال میشیم که همه حالشون خوب باشه، بتونن خودشون